سرخط خبرها. مراسم جهندبالا در مزار شریف شبنگام برگزار شده است. آزمایشگاه تشخیص کرونا در ولایت هرات افتتاح شد. وزارت دفاع میگوید نیروهای امنیتی و دفاعی از حالت دفاعی به حالت دفاع فعال برگشتند. و امریکا میگوید حکومت‌های موازی برای مردم افغانستان زیانبارند. سلام و درود بر شما بینندگان محترم. آغاز سال 1399 خورشیدی را به همه تان مبارک میگویم. امید که سال پر از موفقیت، آرامش، صلح و امنیت داشته باشید. خبرهای خود را با جشنهای نوروزی آغاز میکنیم. مراسم جهندبالا در مزار شریف شبنگام برگزار شد. در پی شروع ویروس کرونا در کشور، برای نخستین بار پرچم نوروز یا جهنده در تاریکی و خلوت پنج شنبه شب 29 حد در زیارتگاه حضرت علی در مزار شریف برافراشته شد. همه سال جهنده در حضور هزاران نفر در روضه مبارک حضرت علی در مزار شریف، کابل، بامیان و شمار از ولایت‌های دیگر برافراشته می شد و برای 40 روز برافراشته باقی می ماند. هر سال هزاران نفر از ولایت‌های کشور و حتی بیرون از کشور برای شرکت در مراسم جشن نوروز به مزار شریف می‌رفتند. اما امسال زیارتگاه حضرت علی خالی از مهمان نوروزی می‌باشد. امسال با شیوع مرض ویروس کرونا در جهان و ثبت وقایع مثبت آن در کشور، محافل‌های دست جمعی برگزار نشده است. تاکنون 24 رویداد مثبت کرونا در افغانستان ثبت شدند که یک رویداد آن در ولایت بلخ می باشد. در پی ثبت این رویدادها، حکومت روز گذشته اعلام کرد که جشن نوروز برگزار نمی گردد. این در حال است که اولین شخص مبتلا به ویروس کرونا در هرات صحت یاب شده است. آزمایشگاه تشخیص کرونا در هرات افتتاح شد. لابراتوار تشخیص ویروس کرونا در ولایت هرات توسط معین مالی و اداره وزارت صحت عامه کشور گشایش یافت. این آزمایشگاه برابر با معیارهای سازمان جهانی صحت ساخته شده است. پیش از این آزمایش ها به کابل فرستاده می شد و نتیجه آن الی دو روز زمان می برد. اما اکنون نتیجه آزمایش ها در این لابراتوار در کمتر از یک روز مشخص می شود. هرات در مرز با ایران، کشوری که آمار مبتلا به ویروس کرونا در آن به 18,000 رسیده است. روزانه تا 15,000 مهاجر افغان از کشور ایران از طریق ولایت هرات وارد افغانستان می شود و تاکنون از 24 مورد مثبت کرونا در افغانستان، 15 مورد آن در ولایت هرات به ثبت رسیده است. وزارت دفاع ملی کشور میگوید که نیروهای امنیتی و دفاعی از حالت دفاع به حالت دفاع فعال برگشتند. با پایان هفته کاهش خشونت ها، نیروهای امنیتی و دفاعی هنوز هم حالت دفاعی داشتند، اما طالبان با عکس العمل حملاتشان را از سر گرفتند. اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع ملی، در پیامی که بر رسانه ها فرستاده بین نیروهای امنیتی دستور داده است که از حالت دفاعی به حالت دفاع فعال برگردند. سرپرست وزارت دفاع افغانستان میگوید که این محدودیت ها به دلیل ادامه حملات طالبان برداشته شده است. وی با آنکه نامی از گروه طالبان نمیبرد، اما میگوید که خواست اعلام آتش بس سرتاسری است تا همه در مقابل ویروس کرونا مبارزه کنند. و امریکا میگوید حکومت‌های موازی برای مردم افغانستان زیانبارند. امریکا یک بار دیگر تاکید کرده که رهبران افغانستان باید به تفاهم برسند. وزارت خارجه امریکا به نقل از ایلس ویل، سرپرست معاون این وزارت برای جنوب آسیا، در صفحه تویترش نوشته است که حکومت‌های موازی به مردم افغانستان زیان می‌رسانند. رهبران افغان باید وحدت ملی را حفظ کنند و بحران به میان آمده بر سر حاکمیت را به پایان برسانند.
آقای خلیلزاد همچنین نوشته است که این بحران به امنیت ضرر می‌رساند و نیز ویروس کرونا تهدید مرگبار را به میان آورده است. و از افغانان خواست است که کشور و مردمشان را در اولویت قرار دهند و چون به باور وی موضوع زندگی و مرگ در میان است. پیش از این هم شماری از نمایندگان و مقامهای آمریکایی در افغانستان، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و عبدالرب رسول سیاف رهبر جهادی برای جور آمد محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله تاکید کرده بودند. با پایان این بخش خبری رسیدیم. تا روز دیگر، خدا نگهدار شما. This program was brought to you by Ava Smart Fashion Limited.